و همزمان با گفتگوهای استراتژیک عراق و آمریکا در واشنگتن بامداد امروز پایگاه نظامی حریر محل استقرار نیروهای آمریکایی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت سوران خاطری از اربیل گزارش میدهد کانال تلگرامی سابری نیوز متعلق به نیروهای هشت شعبی بامداد امروز اعلام کرد که پایگاه حریر هدف حمله چند پهپاد انفجاری قرار گرفته سرهنگوین ماروتو سخنگوی نیروهای ائتلاف ضمن تایید این خبر به صدای آمریکا گفت ساعت یک و بیست دقیقه بامداد شنبه به وقت محلی یک پهپاد به پایگاه نیروهای ائتلاف در کردستان اصابت کرد این حمله خسارت جانی و مالی نداشت سخنگوی نیروهای ائتلاف اضافه کرد که نیروهایشان هوشیار خواهند ماند و حق ذاتی دفاع از خود را محفوظ خواهند دانست گروه مقاومت لواء سائرین از گروه های شبه نظامی عراقی تحت حمایت ایران مسئولیت این حمله پهبادی را بر عهده گرفت. حمله پهبادی به پایگاه حریر هم زمان است با گفتگوهای استراتژیک عراق و آمریکا در واشنگتن که به گفته مقامات عراق خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور از موضوعات اصلی این گفتگو هاست. فوت حسین وزیر خارجه عراق روز گذشته اعلام کرد کشورش از برنامه و تلاش های آمریکا برای بازسازی و آموزش نیروهای نظامی و امنیتی عراق قدردانی می کند و بغداد هنوز به این برنامه ها نیاز دارد. به گفته فوت حسین تعدادی از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان مشاور نظامی در عراق باقی خواهند ماند. سخنان فواد حسین با واکنش گروه های شبه نظامی کارگزار جمهوری اسلامی در عراق روبرو شد. قیس خز علی رهبر گروه اصاحب اهل حق که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد این سخنان را غیرقابل قبول تأصف آور و توجیهی برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق خواند. گروهی از شپه نظامیان تحت حمایت ایران هم که خود را جبهه مقاومت می تهدید کردند که اجازه نمی دهند هیچ سرباز کشورهای خارجی حتی تحت عنوان مشاور نظامی در عراق باقی بماند. ایران گروه های تحت حمایت خود در منطقه را جبهه مقاومت می نامد. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل